تأکید مسئولان وزارت صحت عمومی کشور بر معیاری سازی خدمات صحی در هرات. اطلاعات و فرهنگ فراه گروه ویژه امنیتی برای حفاظت از آبادات تاریخی مقرر کرده است. و نشست فوق‌العاده اسلام آباد با صدور بیانیه در مورد وضعیت افغانستان پایان یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و درود و سلام و صلوات به پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم، خاندان و اصحابان حضرت. به بسته خبری امروز دوشنبه 29 قوس 1400 هجری شمسی که برابر است با 15 جمادی الاول 1443 قمری و 21 دسامبر 2021 میلادی خوش آمدید. من عبدالله اخلاقی هستم. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد با صدور بیانیه و ارائه راهکارهای کمک رسانی به افغانستان پایان یافت. این نشست روز گذشته یکشنبه 28 قوس با حضور 57 عضو سازمان همکاری اسلامی با محوریت افغانستان برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست رسیدگی به بحران بشری افغانستان اعلام شده بود. اشتراک کنندگان در بیانیه پایانی این نشست گفتند که راهکارهایی را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و آزادی منابع مسدود شده افغانستان در نظر گرفتند. طبق این بیانیه سازمان همکاری اسلامی یک صندوق امانی بشردوستانه را از طریق بانک توسعه اسلامی ایجاد خواهد کرد. به همین ترتیب سازمان همکاری اسلامی با هماهنگی سازمان ملل کانال مالی و بانکی برای کمک به آزاد کردن منابع مسدود شده با هدف از سرگیری جریان‌های کمک مالی به افغانستان از طریق بانک توسعه اسلامی باز می‌کنند. این سازمان همچنین گفته است که برای ارسال کمک‌های بشردوستانه فوری و پایدار به افغانستان یک برنامه امنیت غذایی در نظر می‌گیرد. طارق علی بخیت نماینده خاص سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته که دفتر خیش را در کابل باز می‌کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شب گذشته در صفحه توییترش نوشته مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و سفیر جدید این سازمان برای کابل ملاقات و دیدار کرده است. به گفته بلخی هیئت سازمان همکاری اسلامی در این دیدار گفته که آنها برای افغانستان سفیر جدید گماشتند. دفتر خیش را میگشایند، صندوق کمک بانک انکشاف اسلامی را باز میکنند و آماده آغاز زود سلسله کمک‌های بشردوستانه به این کشور هستند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز پیرامون توسعه روابط بشردوستانه، اقتصادی، تجاری و سیاسی صحبت نموده و همچنان از سرمنشی و هیئت این سازمان دعوت کرد تا به کابل سفر کنند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ فرا با بازدید از قلعه تاریخی فریدون این ولایت میگویند که برای حفاظت از آثار باستانی یک گروه ویژه امنیتی مقرر کردند. قاری بدرالدین سرپرست اداره فرهنگ فرا به خبرگزاری وطن 24 میگوید که برای حفاظت از آثار باستانی این ولایت یک گروه 12 نفری ایجاد شده است. به گفته این مقام محلی فرا لیست افراد به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال شده و کار آنان در این زمینه آغاز شده است. از سوی هم اداره فرهنگ فرا در خبرنامه خبر از بازدید مقامات محلی این ولایت از قلعه تاریخی فریدون داده است. در خبرنامه نهاد آمده که رئیس اطلاعات فرهنگ و شمار دیگر از مقامات محلی این ولایت با بازدید از این قلعه تاریخی بر حفاظت از آن تأکید جدی کردند. قلعه تاریخی فریدون دارای 8 برج بوده و قدامت 2000 ساله دارد. معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عمومی کشور طی سفر به ولایت هرات بر معیاری سازی خدمات صحی در این ولایت و برچیدن بساط شفاخانه‌های خصوصی غیر معیاری تأکید کرده است. دکتر عبدالباری عمر معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عمومی کشور روز گذشته طی سفر به ولایت هرات گفت به زودترین فرصت ممکن روند عرضه خدمات صحی در شفاخانه حوزوی هرات معیاری و اساسی خواهد شد. او گفت مردم این تغییرات را در همین زودی‌ها شاهد خواهند بود. این مقام صحی کشور همچنین علاوه کرد که شفاخانه کرونایی هرات هم نسبتاً فعال شده و در روزهای پیش رو به صورت اساسی و مجهز آماده ارائه خدمات خواهد شد. وی افزود چالش کمبود دارو و تجهیزات طبی در شفاخانه دولتی هرات هم حل می شود و محموله های دارو به این مرکز درمانی تا 10 روز دیگر خواهد رسید. معین وزارت صحت عمومی کشور در ادامه صحبت های خود تاکید بر برچیدن بساط شفاخانه های خصوصی غیر معیاری کرد. وی گفت نظارت همه جانبه از این مراکز صورت خواهد گرفت و در صورت نداشتن جواز و یا برابری نکردن با معیارات صحی کشور مطلقاً مسدود خواهند شد.
یک باند از سارقین حرفه‌ای در ولایت هرات از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری وطن 24 در خبرنامه‌ای که از سوی قماندانی امنیه هرات بر رسانه‌های نشر آمده، پرسنل آمریت حوزه 7 امنیتی قماندانی امنیه ولایت هرات طی یک عملیات کشفی 4 فرد را که دست به سرقت‌های مسلحانه وسایل نقلیه به گونه حرفه‌ای می‌زدند از مربوطات ناحیه 7 شهر هرات بازداشت کردند. در خبرنامه گفته شده که این افراد به جرم خشم مبنی بر سرقت اعتراف کردند. در متن خبرنامه نهاد افزوده شده که افراد بازداشت شده در حال حاضر تحت نظارت نیروهای امارت اسلامی قرار دارند. به پایان بسته خبری امروز از وطن 24 رسیدیم. شاد و کامگار باشید.